آزادی مردم میهنمون. به شما گوش میکنم، پوزش میخوام. سیاوش عزیز درود باشا. مسعود جان، من یه خبر خیلی مهمی که خواهش میکنم دوستان گوش کنن، ضبط کنن، همه اینو گوش کنن از ابتدا تا انتها. میخوام با آقای ملت ایران برسونم اون باز کنین این برنامه مسعود امینی از آی پی ان تأثیر بسزایی در این تحولات اخیر میهنمون داشته. خوب گوش کنید مهربان یاران. آقای علی این مسعود شاید الان هیچ کی ندونه عزیزم، ولی میدونه آقای میر حسین موسوی پولی که میگیره برای زندگیش 20 ساله، حقوقی که میگیره از کجا میگیره، پستش چیه؟ نماینده رهبر در شورای مصلحت نظام. آفرین. و نماینده رهبر در ستاد انقلاب فرهنگی. یعنی ایشون کسیه که 20 ساله جدا از این که نخست وزیر ایشون بوده، الان 20 سال هم است که به عنوان نماینده رهبر داره در مجمع تشخیص مصلحت نظام نشسته، نماینده ایشونه. بعد اومده بودن این اراذل اوباش رسانه‌ای رو میخوام بگم تبلیغ میکردن که خامنه ای با موسوی مخالفه، میخواد احمدی نژاد رئیس جمهور بشه و خودش صد بار گفت آقا من یه رأی دارم میندازم تو صندوق. حالا گوش کن مسعود جان، چی جور شد که خامنه ای که خودش با احمدی نژاد دلش نمیخواست دوباره رئیس جمهور بشه، خودش اینو نمیخواست، ولی زمینه ها رو به گونه ای فراهم کردن که باز جریان پالیزدار مطرح که شد، اومدن اون نامه ای که آقای رفسنجانی نوشتن ایشون و اون نامه در خط دوم از باند پالیزدارشون یاد کردن که وقتی گفتن باند پالیزدار یعنی من و تو و خود پالیزدار و همه آقای عطار و خزعلی و ترک همدانی و هادی ارمغان، وقتی گفت باند یعنی همه ما رو یکی کرد، گفت باند. و اون نامه بی احترامی رو فرستاد برای خامنه ای. خامنه ای نامه رو حالت کودتا پنداشت و اون نامه الان ما میبینیم که ترسیم شده بود همین رویدادهای امروز. اونجا بود که خامنه ای اگرم تغییر رای داد و دلش خواست احمدی نژاد رئیس جمهور بشه، اونجا بود که این نامه رو آقای رفسنجانی نوشت. و وقتی نامه رو آقای رفسنجانی نوشت، با خودش فکر کرد دیداری که آقای خاتمی در تونس، میدونید که مسعود جان آقای خاتمی میره در تونس در 11 تا 15 خرداد اونجا بوده، اوباما رفته بود ترکیه. من همون موقع هم در تلویزیون گفتم که ایشون با آمریکایی ملاقات کرده، الان خود وزارت امنیت هم این اطلاعات امنیت هم درش آورده، آقای خاتمی هم با امنیتی ها ملاقات کرده بود. یعنی این برنامه ریزی شده، میخواستن یه کاری رو بکنن که ملت ایران، این جوانای آزاده و دلیر ما، این بچه ها زنان و مردان، دخترها و جوانایی که ما میبینیم، اومدن و بازی اینا رو به هم زدن و بازی خود نظام اونایی که حساب کرده بودن به هم ریخت. و همه اینا به برکت این برنامه بود، به برکت این تلویزیون بود. وگرنه اینی که میان میخوان به ما حقنه کنن که آقای موسوی اپوزیسیون و رهبر اپوزیسیون شده، عزیزان من این همین الانم هم نماینده رهبر، همین الانم هم دیروز و پریروز و امروز و مسعود جان خود ایشون گفت، آقای موسوی گفت آقا نرید تظاهرات. حتی روز اول که خود ایشون رفت تظاهرات، من با دکتر خزعلی که در کنار آقای موسوی بود مصاحبه کردم، روی یوتیوب هست برات مردم ببینن، گفتم آقای موسوی که گفته بود دکتر خزعلی جان نمیخواد بره تظاهرات، چرا رفتین تظاهرات؟ و کنارش بود، با هم بودن، گفت نه ایشون اومده تظاهرات رو آرام کنه که درگیری نشه، به همین خاطر هیچ بلنگوی چیزی هم اینجا نیست و تازه با پیران هم اومده، کتش هم نپوشیده. خب یعنی میخوام بگم که ملت ایران همونطور که تو گفتی مسعود جان خارج از کادر نظام و برنامه ریزی های مصلحت نظام و غیره عمل کرد، چون اینا برنامهشون این بود که در 30 سالگرد انقلاب ماکسیموم بیارن پای آرا صندوق های رای که به خود قد شدیم جان. نخیر بفهمه یک خطا. اینه که این گونه شد که عرض کنم خدمتتون که شوربختانه چنین مسئله پیش اومد که ما کشته دادیم به قول تو، ولی خب درگیری و جنگ و نمیاره و بدون شک و مسائلی پدید میاد. به هر حال مسعود جان من خیلی خوشحال شدم که با تو بودم و هستم، دلم میخواد که بیشترم بمونه اینجا. از مهران عزیزم میخوام که بیاد با تو بشینه و ما در همه در عشق و مهر و صفا هممون با آزادی ایران میاندیشیم. زنده باد. به دوست سیاوش عبدالستای عزیزم ممنونم. به آگهی های ما نگاه کنید، سپس برمیگردیم با مهران عبدالشار گفتگو میکنم. من بعد از اون خطا رو وصل میکنیم، با هم دیگه گفتگو خواهیم کرد. سیاوش عبدالستای دستتون درد نکنه، آرزو میکنم که دستاوردهای ملی مردم ما حفظ بشه. عجله نکنیم، عصبانی نشیم، فخاشی نکنیم، از راه دور نشستیم به مردم، به رهبران بد نگیم، هر کس کار درست میکنه رو ازش حمایت بکنیم و همه چی رو به مجرای قانون بدگردونیم، همه چی قانونی باشه، ایرانی باشه، ملی باشه. جهان امروز به این نتیجه رسید که جمهوری اسلامی 30 سال تلاش کرد بگه همه مردم به فرمان منن، مردم از
جمهوری اسلامی و جهان عبور کردن. حال امروز جهان آمده که دور بزنه. امریکا و اسرائیل و انگلیس آمدن ملت ایران رو دور بزنن، به گونه‌ای بیایند همه مردم رو با همدیگه یک پارچه بکنن، اما دشمن همدیگه به اسم این که در خیابون اومدن همه یک رأی و یک نظر دارن، ولی این طرف خیابونی و اون طرف خیابونی درست بکنن. ما همه ملت ایرانیم و نباید بذاریم برگ خارجی ها، برگ استعمار، برگ انگلیس، این کفدار پیر خوب بازی بکنه و خوش بنشینه و بچه های میهن ما کشته بشن. همه در مقابل کشتن این مردم مسئولن، به خصوص رهبر آقای احمد نژاد، آقای موسوی، آقای کروبی و آقای رفسنجانی و آقای رضایی. در ارتباط با این موضوع ما با همه آقایون سعی میکنیم گفتگو بکنیم. اگر من دائما در این برنامه بودم، میتونستم برنامه اضافه تری داشته باشم، من کاری جز اینا نمیتونم بکنم و نخواهم کرد. در غیر صورتم جلوی دوربین نخواهم اومد. اوستای عزیزم بدرود، زنده باد آزادی. خیلی ممنونم ازتون. به آیه‌ها من نگاه کنید. اوستا عزیزم بازم با شما گفتگو میکنید. کراکس. خدای خوشگله من بود. جان خدا خودتون نمیدونید. خودتون نمیدونید که خدا چقدر شما رو دوست داره. همین جایی که هست که بسا کسا که به روز تو آرزومند است. خدا رو شکر کنیم و به زودی که خدا میخواد و ما برنامه هاون بیشتر میشه، یه وسیله درست میکنیم که شبیه مردم توده کوچه و بازار باشه. من خودم رو جزء الیت جامعه خودم اصلا نمیدونم. من جزء توده های مردم هم. اون الیت و اون منور و فکرها، اون برگزیدگان روشنفکری جنرالی و مسائل سیاسی میهنم، من با خیلی از اینا موضوع دارم در حضور ملت ایران عقلی معرفتی، ازشون سوال میکنم پاسخشو به شما مردم بدن. اشکالی که نداره که جنگ و دعوا و مصیبت رو نمیدونم کلک درست کردن و از اینجا و از اونجا قیچه کردن، من رو نمیتونی قیچه میکنی. من در میرم با پنجره میرم، پنجره میرم از دیوار میرم. خدا نمیخواد. سلام به خدا، سلام به زیبایی، سلام و درود خداوند به همه دلسوزان میهنم. سیاوش اوستا مهمون ماست و همینک برنامه ما چانل 99 در فرانسه و سایت های بیشماری. از همه جالبتر برای خودم اینه که برنامه من، یعنی تلویزیون مردم تیوی مسعود امینی، روی سیانن سیاوش اوستا ایران پرژن CNN TV .net من فکر میکنم که برنامه من پخش میکنم. حالا یواش یواش دارن میبینن نمیتونن کاری بکنن. به این حرفا از این سایت ها و اینجا و اونجا و تلفن این و حرف اون و این حرفا اصلا گوش نکنید. اینا سرگرمی، اگه دوست دارید سرتون رو گرم بکنید. ما میخوایم که یه چیزی یاد بگیریم، میآموزیم از اونهایی که چیزی میدونن. یواش یواش درود دوباره، درود بر مهبل یار اسود امینی، درود بر همه بینندگان مهربان برنامه شما هست. بونجور مسیو ناو، پوزش میخوام که کمی دیر آمدم. مسعود جان در شهر، بونجور مدام مدام مسیو، از کانال 99 تی وی پرسوی فری مه تی وی 3 دارید ما رو میبینید. دوستان و یاران مهربان در سراسر فرانسه بدون ماهواره، بدون آنتن. یعنی چی چجوری؟ شما وقتی بازی میکنه؟ کیبل دیگه، یعنی یک نوع کیبلیست که مردم نیازی نیست.